رژیم رحمان برای تحصیلات در خارج جریمه می‌بندد. روسیه اجازت استقامت موقتی را برای رعایت کردن دین بیکار نمودند. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в Узбекистане, о том, что политически Himoyatgari huquq Abdusamir Rahmonov ta'qibhoi siyosiy dar Uzbekistan idoma dorad. Kormandoni militsiya Uzbek bo Qur'on qasamiyod namudan. Sohbat yo'q, chiqadi bu hamagon ma'lum emas. Palatai poyoni parlamoni Tojikiston islohotlarni dar qonuniy jumhuriyat Tojikiston oidi mas'uliyati volidayn baroy tarbiyai farzand تحریزی می نماید. طبق قانونی مذکور والدینی که فرزندان خود را به تحصیلاتگاه های دینی در خارج بوده ارسال می نمایند به جوابگری کشیده می شوند. چی طوری که رادیو آزادی به منبع خود در پارلمان تکیه کرده می نویسد اصلاحات ها در قانون در مجلس حکومتی کشور آخر ماهی گذشته بررسی گردید. به ویران کنندگان قانونی مذکور جریمه به مقدار کلان مقرر کرده شده است. ولی مقدار جریمه تا حال بیان کرده نشده است. یادرس میکنیم که ماهی نویبر سال جاری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شماره شهروندانی در خارج گویا غیر قانونی در دانشگاه های اسلامی تحصیلات دینی میگیرند نشر نمود. بنابراین شماره آنها 289 نفر را تشکیل نمود. کارشناسان قید میکنند که حکومت کشور در تشویش است که جوانان علم های دینی را غیر از چارچوبه برنامه دولتی می آموزند. از این رو خدمات های قدرتی به والدینی که فرزندشان در خارج تحصیلات دینی می گیرند فشار آوری را پرزور می نماید. با مراجعه می کنم که فرزندانتان دعوت کرده برگردانید که اکثریتش و این مکتب های دینی نیست، اکستریمیست می شوند، تروریست می شوند، آینده دشمنان خائن ملت تاجیک می گردند. یادرس می کنیم که طی سال های آخر رژیم رحمان علیه احیاشوی دین در کشور بوده با اسلوب های دسترس از جمله منع پوشیدن حجاب، منع گذاشتن ریش، منع رفتن حج تا سن 40 سالگی، بسته شدن هزارها مساجد و غیره مبارزه را فعال گردانید. ریش را میگیریم، من این مسئله قدیم و با ترتیب در آورده میگیم. یک شهروند دیگری تاجیکستان نیز قربان خودسری خدمات های قدرتی روس گردید. نجیبه کلانوا که در ولایت مسکو در اساسی اجازت استقامت موقتی زندگی میکرد در یک لحظه از اجازت محروم گردید. چطوری که نام برده به رادیو آزادی نقل نمود خدمات های حفظ حقوق روسیه او را در ویران کنی ترتیبات واردات به روسیه عیبدار می نمایند. ولی با عقیده خودی کلانوا باشد یگانه عیبی در پوشیدن حجاب و رد نمودن نشان داد علیه همدین های خود می باشد. خبرنگاری خبرها با اعضای مرکز حمایتگرانی مموریال زهرا همرایوا که به واسطه با کاری کلانوا مشغول است به تماس برآمد. سنه 23 اکتبر کلانوا برای خبردار نمودن که او عین زمان در ولایت مسکو زندگی میکند با خدمات مهاجرتی ولایت تولا رفته است. زیرا همه مهاجران در یک سال چنین کار را باید انجام میدهند. در نوبت خود کلانوا به خدمات مهاجرتی آمد و در آنجا او را کارمندان فیسبی روسیه پیشواز گرفته و او یک رویخط مهاجران را پیشکش میکند و از او طلب میکنند که با آنها یک جای کار کند. کلانوا به آنها جواب رد میدهد. کارمندان فیسبی به کلانوا تهدید میکند که اگر با آنها یک جای کار نکند اجازت استقامتی موقتی او بیکار کرده میشود. با عقیده کارمندی امنستی انترنشنال ایسترن یوروپ و سنترال آسیا عبدالسمی رحمانوف پس از بسر قدرت آمدن حکومت نو تعقیب های سیاسی در ازبکستان کم نشده است. با تحریریت خبرها حمایتگر حقوق عبدالسمی رحمانوف با درخواست آن که آیدی حالت حقیقی کار در ازبکستان شده استاده روشنی در آوردن مراجعه نمود. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в Узбекистане, о том, что политические репрессии
با گفته یوی تحقیب های سیاسی که در زمانی حکمرانی کریموف شروع گردیده بود تا حال ادامه دارد. همین طور در آخری ماهی نویبر حمایتگری حقوق یکی از قربانی های رژیم رحمانوف همایون در کلونی سکونتی ادای جزا نموده استاده از طرف خدمات قدرتی ازبکستان به طرف نامعلوم ربوده شد و تا حال از جایی قرار داشته اش معلوماتی نیست. اگر داشه ازبکستان سلوشبا رادیو سوابوده رادیو عبدالسامی اینچونین قید نمود که یکچند وسایت اخباری عامه محلی از آن جمله خارجی موادهای وابسته با تعقیب های سیاسی در کشور شده استاده نشر نمودن را رد کردند با سبب ترس که حکومت ازبکستان وکالت آنها را بیکار می نماید. چطوری که رادیو آزادی به کارمند وزارت کارهای داخلی تکیه نموده اطلاع می دهد، کارمندان حفظ حقوق ازبکستان با قرآن قسمیاد نمودند که رشوه ستانی و تمعجویی نمی کنند. این حادثه در یکی از ناحیه های ولایت تاشکند رخ داده است. در خبر از جمله گفته شده است، کارمندان میلیسهی ناحیه قاره چرچیق دستش را به قرآنی با زبان ازبکی ترجمه شده گذاشته قسمیاد نموده است که او رشوه ستانی و تمعجویی نمی کند. با گفته منبع چاره‌بینی های مذکور بنابر برنامه دولتی آیدی پیشگیری کوروپسیه با مقصد اجرا شدن قرارهای رئیس جمهور در خصوص معیارهای عملی شوی موضع قانون ازبکستان آیدی پیشگیری کوروپسیه گذرانیده شده است. ازبکستان ریسپوبلیکاسی که صداقت بلند خدمت کلمه مشاهدان قید میکنند که قسمیاد کردن به صداقت تمایل نو در کشور گردیده است. تا این ماهی آخیر در سامانه های اینترنتی اکسونوارهای نشر گردیدند که در آن حکومت داران دختران و فرمرها را مجبور میکنند که به کسب و هنری خود صادق بودند، برای پیشروی کشور سهم خود را گذاشتند و با کارهای ناشایسته مشغول نشدند قسمیاد بکنند. ازبکستان خلقیه صداقت بلند خدمت قلشکه. متخصصان ساحه فقه اسلامی حالت مذکور را چنین شرح میدهند که گذرانیدن قسمیاد با طرز زیرین در اسلام وجود ندارد. احتمال است که قسمیاد مذکور به قسمیاد غربی ها شباهت دارد، یعنی با انجیل قسمیاد کردن. در اسلام باشد تنها به نام الله قسمیاد کردن لازم است و این برای مستحکم کنی یگان عهد کرده می شود، ابراز نمودند متخصصان ساحه فقه.